شامگاه روز گذشته حکومت خامنه ای با تعداد زیادی پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرد. سپاه پاسداران خامنه ای در اطلاعیه اعلام کرد اسرائیل را با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد هدف قرار داده است. بنا به گزارش منابع خبری رژیم برای شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل علاوه بر خاک ایران از خاک عراق، سوریه، یمن و لبنان نیز استفاده کرده. همزمان آژیر در پادگان‌های نظامی رژیم به صدا درآمد و به سپاه، بسیج، انتظامی و اطلاعات در تهران و شهرستان‌ها آماده باش داده شد. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که رژیم ایران بیش از 300 فروند پهپاد و موشک را در طول شب به سمت اسرائیل پرتاب کرد که 99% آنها سرنگون شدند و افزود که نیروهای مسلح کاملا فعال هستند و در حال بررسی گزینه‌های پیشرو هستند. بله، برخی بازاریان در تهران هم پس از انتشار اخبار حملات موشکی رژیم به اسرائیل در نیمه شب گذشته گفتند که قیمت دلار از 75,000 تومان گذشت. خبرهای رسیده از تجمع و صف‌های خرید در برابر سوپرمارکت‌ها در تهران برای خرید و ذخیره کردن مواد غذایی و همچنین صف خودروها در پمپ بنزین‌ها حکایت داشت. در همین رابطه عوامل حکومتی در برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها برای کنترل اوضاع و تجمعات در حال آماده باش قرار گرفتند. این حمله رژیم واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را به همراه داشت. کشورهای انگلیس و آلمان و فرانسه و کانادا و کشورهای دیگر این حمله را محکوم کردند. دولت آلمان ضمن محکوم کردن حملات رژیم به اسرائیل، رژیم را مسئول افزایش تنش در منطقه دانست. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما به شدت حمله غیرقابل قبول ایران به اسرائیل را محکوم می‌کنیم. فلسطینی جورنال این واقعه را شروع یک رودررویی مستقیم بین رژیم ایران و اسرائیل و تهدید وقوع یک جنگ منطقه‌ای دانست. به گزارش رویترز، هیئت رژیم در سازمان ملل اعلام کرد اقدام نظامی در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ما در دمشق بوده است. نماینده رژیم در سازمان ملل گفت موضوع به نتیجه رسیده و خاتمه یافته است. آمریکا باید کنار بایستد. محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح خامنه ای نیز گفته است عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی برای ادامه آن نداریم. و در آخر اینکه رئیس شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد این نهاد بین المللی به دلیل حمله بی سابقه پهپادی و موشکی رژیم ایران به اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد.